این آیه شریفه، البته چند آیه در قرآن هست، این آیه خیلی انسان رو تکان میده در مورد قضیه احد. میفرماید که ان الذين تولوا يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. یعنی این کسانی که در ماجرای احد دچار اون لغزش خسارت بار شدن و از میدان جنگ رو برگردوندن و این همه خسارت وارد شد و نیروی نورس نورسته اسلام و حکومت اسلام، این علت این روگردوندن اونها و این ضعفی که در میدان جنگ نشان دادن از خودشون، علتش به بعد ما کسبو کارهایی بود که قبلا سر خود آورده بودن، یعنی دل دادن به شهوات، دل دادن به هواهای نفسانی، اثرش رو این طور جاها ظاهر میکنه. یا در یک آیه شریفه دیگری می‌فرماید که گفته شد انفاق کنید، وقتی انفاق نکردن فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدو. یعنی وقتی که انسان نسبت به وعده‌ای که با خدای خود گذاشته و تعهدی که داره بی توجهی نشون داد و خلف وعده کرد، نفاق بر قلب او مسلط میشه. بنابراین اگر چنانچه ما بی توجهی کنیم، تن به شهوات و هواها بسپریم، ایمان مغلوب میشه، عقل مغلوب میشه و هوا و هوس غالب میشه، بازم همون انحرافی که ازش میترسیم ممکنه پیش بیاد. بنابراین در همه حالات باید انسان گمان این رو داشته باشه که ممکنه لغزش پیدا کنه. هیچ کس خودش رو جدا ندانه، از این خطر دور ندانه.